میخوام سه تا راهکار بهتون بگم که با این سه تا راهکار مکالمه عربی خودتون رو چند لول حرفه‌ای‌تر می‌کنید. ببینید، مکالمه عربی دو تا بخش مهم داره: بخش گفتار و شنیدار. درباره گفتارش که مفصل قبلا صحبت کردیم، این کاوره پست هم که قبلا تو صفحمون گذاشتیم. بعد از این ویدیو حتما برید اونا رو ببینید تا بتونید گفتار خودتون رو هم تقویت بکنید. اما بخشی که خیلی مهمه شنیداره. شنیدار سه تا ذل اساسی داره. اگر شما مکالمه خوبی رو نمیتونید رقم بزنید و احساس میکنید توی شنیدار مشکل دارید، توی یکی از این سه تا ذل چالش دارید. یک، یا شما تلفظی که طرف مقابل داره، تلفظ کلمات رو خوب متوجه نمیشید، یا توی درک مطلب مشکل دارید، و یا توی دایره لغاتتون چالش دارید. خب چطوری متوجه بشن که توی کدوم از این بخش‌ها چالش دارن؟ یه ویدیو پلی بکنید، یه ویدیو یک دقیقه بدون زیرنویس گوش بدید. اگر که متوجه نشدید چی داره میگه و بعد که برگشتید سراغ زیرنویس فهمیدید جریان از چه قراره، یعنی شما توی تلفظ مشکل دارید، یعنی شما ماجرا رو میدونید چی به چیه، ولی وقتی طرف بیان میکنه، تلفظ میکنه اون کلمات رو، به چالش میخورد و متوجه نمیشید. اما اگر وقتی برگشتید سراغ همون زیرنویسه و دید بازم چیزی متوجه نمیشید، یعنی کلمات رو متوجه میشید ولی نمیتونید داستان رو به هم دیگه گره بدید، یه سری کلمات پراکنده رو فقط از اون زیرنویس متوجه میشید، یعنی شما توی درک مطلبتون مشکل دارید. اما اگر رفتید سراغ زیرنویس و دیدید خود اون کلمات رو هم متوجه نمیشید که چی نوشته، یعنی شما توی دایره لغات مشکل دارید. ممکنه شما توی هر کدوم از این سه ذل چالش داشته باشید. راهکارش چیه؟ توی کپشن واسه هر کدوم از این ذل‌ها، تلفظ، درک مطلب و دایره لغات واسه تون راهکار نوشتم. حتما برید سراغ کپشن. این ویدیو رو هم بفرستید واسه اونایی که میخوان مکالمه حرفه‌ای‌تری داشته باشن. لایک هم فراموش نکنید.